در نظر بگیرید که مجاهدین خلق از ابتدا به امروز با جمهوری اسلامی و ولایت فقیه چه فرق داشتن. هر دوتاشون از ایدولوژی اسلامی برخوردارن و هر دوتاشون از اسلام سیاسی و هر دوتاشون به دنیا یه جور نگاه میکنن. ببینید میگه ما برای آمریکای ویتنام میسازیم در ایران، این مجاهدین خلقن که میگن، و یا در رابطه با نیکسون و یا در رابطه با ترورهایی که انجام دادن. روحانیت ترور نکرد با اون همه پلیدیش در زمان محمد رضا شاه. اینها رفتند و در زمان محمد رضا شاه امریکایی‌ها رو ترور کردند. بعد در رابطه با خط امام و گرفتن سفارت، سفارت آمریکا رو در ایران، اینها که الان اینقدر چه میگن، اینها تایید کردند، پشتیبانی کردند، شادباش گفتند. و خیلی ها فکر میکنن که آمریکایی‌ها به اینا پول میدن. نه، آمریکا مخالف این هاست. تاکنون بارها آمریکایی‌ها، بارها اروپایی‌ها اینا رو بردن تو لیست ترور، ولی روی مسائل جهانی برای این که اینا قدرت اقتصادشون خیلی قویه، حالا توضیح میدم، مجبور میشن هر از چندی از اینا به گونه بازی بگیرن. ولی این خواهید دید که سیستم به گونه نیست که اینها با اونا باشن. آقای علی تهرانی به خود من فتوا داد در 30 خرداد 60، گفت سران نظام مجاهدین بگو بزنن، و خود اینا هم خواستن، خانم اشرف ربیعی خواسته بود، اینو شرح دادم در برنامه خودم. شیخ علی تهرانی میگه سران نظام بزنین، اینا میرن سرانگشتان میزنن. خب سرانگشتان کمک میکنه به بقای نظام جمهوری اسلامی وقتی سبزی فروشو میزنی، رهبران میزنی. در رابطه با فلسطینی ها که ملت ایران الان اینقدر نالانن که رژیم به فلسطین داره کمک میکنه، اینا از دیروز تا به امروز سرسپرده فلسطین و فلسطینی ها بودن و برای فلسطینی اصلا کار میکردن. با توسط فلسطینی ها آموزش نظامی گرفتن. هواپیمایی که دزدیدن اولین بار بردن صدام حسین، بردن عراق زمان محمد رضا شاه. اینا روابط تنگاتنگ با اعراب و فلسطینی‌ها داشتن، درست مثل روحانیت، حالا یزدی باشه، خمینی باشه، خامنه‌ای باشه، مجاهد خلق باشه، اینا همشون از یک مواضع برخوردارن نسبت به رویدادهای جهانی و ایدئولوژی اسلامی، که خیلی هم این واقف نیستن. همون استقبالی رو که خمینی از فلسطینی‌ها کرده و میکنه، خامنه‌ای میکنه، همون استقبال رو هم رهبران سازمان مجاهدین خلق میکنن. عزیزان من، اینها دو روی یک سکه بودن هستن، چون ایدئولوژیک وار با هم همپیمان هستن. ما نمیفهمیم، ما گول خوردیم تا این سالا. همون سرانگشتان نظام رو گفتن بزنین بگیرین که به اقتدار نظام منتهی شد، 40 سال موندن تا خیلی موارد و مسائل دیگه. حتی روی مسائل ارتجاعی مثل عاشورا تا سوعا و مارمزون و سینه‌زنی هم این مجاهدین خلق با نظام جمهوری اسلامی یکی هستن، دروی یک سکه هستن، هیچ فرقی ندارن. برای عاشورا تا سوعا به سرکول هم بزنن، سینه و زنجیر بزنن، یا قرآن سرشون کنن مارمزون. نگاه، قرآن به سر، قرآن به سر، یک فکر کاملا ارتجاعی. و از همه مهمتر تبرک دست خانم. خانم ببینید، تبرک، تبرک داره میده که اینا رو شفا بده مریضا رو. این همه مسائل خرافاتی که اینها دارن تماما همشون سیاسی، ایدئولوژی، اندیشه‌ای، با افکار و آرمان‌های مشترکی دارن. حالا بدونید اینها چون اقتصادشون و پولشون که میاد از اعراب میاد و سابق صدام حسین و خلیج همیشگی پارس، اعراب و عربستان سعودی، اینها حتی کمک مالی میکنن به منتخبین اروپایی. مثلا این آقا رو و حزبش رو اینا در اسپانیا به قدرت رسوندن. یا مثلا این آقای جولیانی که شهردار نیویورک بود کمک میگرفته از اینا، نه که اون شهردار بینا کمک بده. یا چون از نظر اقتصادی اینا خیلی متولد و ثروتمند در سطح جهانی هستن با پولایی که از اعراب گرفتن تا این سالها، اینها از آمریکایی‌ها پول نمیگیرن، اینا با آمریکای پول میدن. آقای بولتون با به برکت اینها رشد میکنه، جولیانو به برکت اینها رشد میکنه. اینها مواردی است که نمیدونید شما.